اخبار سفر سیاقه عباس مرادی. ما دیروز دو طلا کسب کردیم توسط مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان، دو نقره توسط محمد نژاد جوان و بابایی و یک برنز هم در 86 کیلو توسط وفای پور کسب کردیم. 105 امتیاز کردیم، روزا 115 امتیاز دارن و 10 امتیاز از ما پیش هستن. وقت وزن 61 کیلو کشکیل برزی رو با دو بنده سررنگ مشاهده میفهمید، اما باندش قرمز هست، بانده قرمز و میره برای اینکه به دنبال های تاجیک داور کشور مبارزه رو قضاوت میکنه. کشکیلی برزیل این چه دقیقه تاجیک بود که یه لحظه مشاهده فرمودید و کشکیلی برزیل رو سمت چپ تصویر با رنگ همیشه خودش و باندش متا قرمز هست. دو کشتگیر سیلانکا و بیردی یه سربند رو به اجرام میکنه و سعی میکنه که در دنیای کشتی جایگاه بالایی ندارن. جالبه که بیردی در رده سه اتحاد جانی کشتی نماینده داره، قطر نماینده داره، ما انقدر نماینده نداریم. البته یه بحثم برمیگرده به مقررات، مقررات این مقدار به نظر من باید اصلاح بشه و حضور تیم‌هایی که شرکت میکنن میتونه امتیاز داشته باشه که اصلا برای این مثلا امتیازی قائل نمیشه. اصلا برزیل در مسابقات جهانی حضور نداره، قطر حضور نداره، در نقاط سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان حضور ندارن، اما هیچ مسئله‌ای نداره براشون. قطر کشتیگیر اصلا نداره اما نماینده داره، نماینده باید چه کار کنه اونجا، چه کاری برای کشتی انجام بده. و حالا یه بحث اینه که ما اینجا خاک میکنه کشکی برزیل حریف خودشو، یه بحث اینه که ما باید دعوات بین المللمون قوی تر کنیم، اون یه بحثه. اما یه بحث مقررات هم واقعا یه جایی بایستی یه اصلاحاتی بشه تا اینکه برای تیم های مثل ایران که در تمام مسابقات قاره ای نوجوانان، جوانان امید و بزرگسالان حضور داره، در مسابقات جهانی، تورنمنت های معتبر خود جهانی و قاره ای خودش باید یه امتیازی داشته باشه حضور. حالا ما اصلا کار به عنوان نداریم، عنوان نمیگیم آقا کسی که عنوان داره بهش امتیاز بدن، اما برای حضورش باید امتیاز بدن و کسی که حضور نداره باید جریمه بشه. بعد میبینیم که در هیئت رئیسه برزیل و قطر نماینده دارن و نه از کشتی چیزی متوجه هستن، نمیتونن مفید باشن برای کشتی، برای کشور ما که واقعا مهد کشتی است. واقعا در زیگیری کشتیگیران ایرانی سرامت هستن، در زیبا کشتی گرفتن، در اجرای فنون. حالا روسا فنی هستن، همه جای کشتی میگیرن، واقعا اونها هم خوبن، امریکای قدرت بدنی دارن، اما تکنیکشون واقعا کشتیگیران ایرانی برتر هست و فنون ناب اصیل ایرانی رو در مسابقات مختلف میزنن. همین تیموری دیم چه یه دست کاری زد در کشتی اول، از یعنی که از ابتدای کشتی بودن حضور داشتند. اون در هستم که اتحاد جهانی کشتی یه اصلاحاتی در این خصوص هم لحاظ کنه. من ایران که همیشه یه پای جز سه تا تیم دنیاست نماینده نداشته بشه و قطر و برزیل نماینده داشته باشه. کشتیگیر برزیل بود و ما درد دلی کردیم با کشتیگیر برزیل و سیلانکا کشتی میگیره، خیلی فنی هم زده نشد. دوستانو کشید رو گفتیم در جریان قرار بدیم، یه دردلی هم کردیم که خودمون واقعا ناراحت هستیم که چرا ما نماینده نداریم، باید روابط بین المللمون رو قوی تر کنیم. انشاءالله در سالهای آینده یه کاری هم نیست یه روز انجام بشه، باید این کار خیلی حساب شده و دقیق و هماهنگ با دنیا باشه تا اینکه ما بتونیم با همین مقررات هم بتونیم انشاءالله نماینده. قبلا آقای دکتر توکل بود، یه دورم آقای رسول خادری بود که دیگه استعفا داد و ولی سالای زیادی آقای دکتر توکل که در بستر بیماری هستن و هر جان روزی سلامت میکنیم بودن. خب حدود دو سه هفته قبل هم استاد پرویز سیروسپور دار فانی ودا گفت، رو 80 یادش گرامی باد و
وقت دوم و مبارزه دوم برزیل و سریلانکا. دو کشتیگیر از نظر تکنیکی وضعیت مناسبی ندارن و نتونستن تا این لحظه کشتی قابل قبولی رو به اجرا بذارند. 73 کشتیگیر از 14 کشور جهان در کشتی آزاد حضور دارند. حالا دیدیم که در فرنگی چه خواهند کرد. به محض اینکه کشتیگیران ایرانی بیان برای توشک، تماشاگران پرشوری که نظامی هستند بیشک با تشویق‌های خودشون جرم میکنن مسابقه رو. حالا برای دیگه اقدام میکنه کشتیگیر سریلانکا، ناموفق، نمیتونه نتیجه ای بگیره و حالا کشکیر برزیل رفته رفته میتونه که خاک کنه حریف خودشو، کار انجام میده. کشکیر سریلانکا فرناندز در مقابل سیلوا، سیلوا و البته اسم رام فرناندز، رام فرناندز کشکیر سریلانکا هست. کشی 4-0 به نفع کشی برزیل، به نفع سیلوا از برزیل. یک دقیقه وقت باقی مونده تا حدود ساعت 12 افتخار داریم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم و بعد از ظهر هم از ساعت 6 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر با دیدارهای فینال و رده بندی در خدمتتون خواهیم بود. فردا بعد از ظهر از 5 تا 7 پخش زنده داریم برای کشتی‌ها و روز چهارشنبه هم 10 تا 12 و 6 تا 8 این ساعت پخش کشتی‌ها است که خدمت شما الان عرض کردیم. یک بار دیگه سعی می‌کنه خاک کنه که قبل از اون آقای تاجیک، این هم مربی سریلانکا هست که از کنار توشک کشتی‌گیر خودش رو راهنمایی می‌کنه و هیجان خاصی هم راهنمایی می‌کنه. باز هم دستش آخ سعی میکنه شرکت برای زیگیر خودش مهیا کنه. رام رام فرناندز ناموفقه و نمیتونه نتیجه بگیره. 3-2 که دیگه حالا همین لحظه زیرگیری میکنه کشتیگیر برزیل و وقتم به اتمام میرسه، وقت به اتمام میرسه و موفق میشه با نتیجه 4-0 حریف خودشو شکست بده. سیلوا و تماشاگران